بین بند. چون اسم من اول آوردید، بعد تشکر میکنم و ممنونم که اجازه دادید که ما سه نفر که الان 10 سال عرض کنم دنبال این کار هستیم یک جا در خدمت شما باشیم. امیدوارم برنامه پرباری داشته باشیم. باعث افتخار خوشنودی ماست که حضور شما عزیزان و فرهیختگان رو در برنامه داشته باشیم. نگاه کردید به این فیلم کوتاه و مطمئناً نگاه کردید به کل سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین که 3 هفته پیش بود و همچنین سخنرانی ایشون در 13 اکتبر که یکی از پرجنجال‌ترین سخنرانی‌هایی بود و میلیون نفر در دنیا به تماشا نشستند. واکنش‌های تند جمهوری اسلامی رو حتماً می‌دانید و واکنش‌های در حقیقت مخالف رهبران امضا کننده اتحادیه اروپا رو نسبت به در حقیقت لغو برجام. نظرتون در این زمینه آقای نوری علا از خود شما شروع میکنه. بله، اصلا من وقتی که گوش میکردم به سخنان آقای ترامپ فکر کردم که ایشون مقالات ما رو که انقدر دقیق ترجمه کردن گذاشتن براش، این اعتقادیه که ما همگی سالهاست داریم و تمام اون مطالب رو بنده به شخصه امضا میکنم. یعنی هرچی که ایشون راجب بدیها و جنایات این حکومت و جدایی ملت ایران از این حکومت میگوید مورد تصدیق ما هم هست. من داشتم سخنان این آقای زیبا کلام رو گوش میکردم که با یه لحن مثلا مسخره میگفتش که ترامپ کوشید بین ملت ایران و حکومت ایران افتراق و جدایی بندازه. یعنی که تا حالا همه پشت این حکومت ایستاده بودند و ترامپ خواستش که این اتحاد ملت و حکومت رو با هم به هم بزنه، ولی موفق نشد و به خصوص با اشتباهی که در مورد نام خلیج فارس کرد، مثل این بودش که توپ رو برداشت آورد گذاشت جلوی دروازه امریکا که جمهوری اسلامی با یک گل محکم بزنه به امریکا با کوچکترین حرکتی. بله، منم سخنرانیشون رو یعنی مصاحبهشون رو دیدم. چه توپ رو گذاشت جلوی دروازه که جمهوری اسلامی با کمترین حرکت بتونه گل رو بزنه. بله. خب این رو دیگه به نظر من جهانیان میدونن، در موارد مختلفی تجربه کردن که ملت ایران هر گاهی که فرصت بهشون داده شده آمدند، کشته دادند، زندانی دادند، بهشون تجاوز شده، انواع اینها، فقط برای اینکه بیان بگن آقا ما این حکومت رو نمیخواهیم. یکی دیگه از حرفهایی که این آقای زیبا کلام میزد این بودش که این آقای اوباما وقتی که سخنرانی میکرد این صلابت و فصاحت زبانش، بلاغت و بله وقتی مقایسهش میکنیم با مثلا این طرز حرف زدن لاتی مثلا آقای ترامپ، میفهمیم که چه چیزی مثلا اتفاق افتاده. انگار که قرار امور این دنیا رو مثلا ببدن دست شیخ سعدی که اون جهان رو بگردونه. نه. من فکر میکنم که آقای ترامپ در برشمردن ویژگی های حکومت اسلامی و تفاوتی که با یک کشور کهنسال، مردم کهنسال یک کشور باستانی داشت، بسیار هم دقیق و فصیح صحبت کرد. و واقعا اگر این اتفاق نامیمون آوردن نام خلیج عربی نبود، من فکر میکنم یکی از درخشانترین سخنرانی هایی بود که در 40 ساله اخیر رؤسای کشورهای دنیا در مورد حکومت اسلامی بیان کرده بودن. این یکی از پرقدرتترین و کوبنده ترین سخنرانی ها در رابطه با این نام خلیج فارس. البته در حقیقت دفتر یعنی کاخ سفید متن نوشتاری رو که چه قبل از سخنرانی و چه بعد از سخنرانی منتشر کرد، نام خلیج فارس اونجا درج شده و بعضی ها میگن که این شاید یک اشتباه لپی بوده یا اینکه عمدن بوده، این رو ما نمیدانیم. ولی قصد کاخ سفید این نیست که خلیج فارس رو خلیج عربی بنامه، به این دلیل که در متن انتشار شده بعد از سخنرانی نام خلیج فارس هست. نظر شما آقای حسن اعتمادی نسبت به این مسئله؟
بله، از این خدمت شما خانم استاد، همکارانتون، بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون، همچنین جناب نوریالی عزیز و آقای زاکری عزیز سلام عرض بکنم. درود به شما. درود بر شما. عرض کنم که فرمودید که در جبه مسئله این نام خلیج فارسی که جناب ترامپ به صورت دیگری به زبون آوردن نظرم چیه؟ بله، چون که خود شما در همین در حقیقت سایت خودتون انتشار دادید که اولین در حقیقت کسی که در رابطه با خلیج فارس موضعی گرفت، خواست که خلیج خلخالی بود که خواست خلیج فارس رو خلیج اسلامی در حقیقت بنامه. در این زمینه خواهش میکنم توضیح بدید و نظرتون نسبت به این مسئله که باقی نوریالی بله خواهش کردیم. بله. چشم. خب عرض کنم که خب به نظر منم آقای ترامپ اشتباه کردن در مورد نام‌آوری خلیج فارس به عنوان خلیج عربی، اما هنوز حرف و حدیث های زیادی دربارش هست، از جمله این که همونطور که خود شما اشاره کردید در روی سایت به اصطلاح کافه ریاست جمهوری امریکا عنوان خلیج فارس اوورده شده در یک سند دیگری. برای اینکه چرا این اشتباه پیش اومده قضاوت های گوناگونی هست، ولی من هم فکر میکنم که اهمیت این سخنرانی که بیشتر در خصوص مسئله ایران بود تا اندازه ای بود که در این خصوص میشه حتما پیگیری کرد و از مقامات امریکا به خصوص آقای ترامپ در این مورد، یعنی این عنوان اشتباهی که استفاده کردن از خلیج فارس رو برای تصحیح بکنن. اما من فکر میکنم که اهمیت موازی سیاسی آقای ترامپ بعد در اون حدی بود که ما نباید دنبال اون حاشیه سازی که رژیم ایران میخواد بکنه در خصوص این مسئله خاص، و شما هم اشاره کردید که این حکومت از روز نخست کوچکترین اهمیتی به مسئله هویت ملی، هویت تاریخی، جغرافیای ما به اصطلاح ارزشی قائل نبود، و اون سند هم شما بهش اشاره کردید در سایت جنبش سکولار دموکراسی منتشر شده که آقای خلخالی چگونه حاتم بخشی میخواستن بکنن و نام خلیج فارس رو به خلیج اسلامی معنا بکنن. مسئله دشمنی حکومت اسلامی ایران با هویت تاریخی و ملی ایران چیزی نیست که بر هیچ ایرانی پوشیده باشه. اینها از مسائل مربوط به اعیاد و جشن‌های ایرانی گرفته تا بناهای تاریخی دشمنی و عداوت خودشون رو نشون دادن. اینا کسایی بودن که روز اول می‌خواستن که تخت جمشید رو خراب بکنن و از بین ببرن، و اگر تعدادی از ایران دوستان در اون زمان اعتراض نمی‌کردن، شاید الان همین آثاری که در تخت جمشید وجود داره دیگه قرن‌ها این رو هم ما نداشتیم. بنابراین این بهانه‌ای شد بیشتر به دست سران حکومت ایران تا یه مقدار بتونن فشاری رو که اصل سخنرانی آقای ترامپ بر روی اینا آورده بود رو به اصطلاح رفع بکنن. شما میدونید که بلافاصله آقای روحانی در یک به اصطلاح سخنرانی به اصطلاح مشابه و نمایشی اما بسیار مضحک مطالبی رو سعی کرد مطرح بکنه، یعنی به همون فرمی که آقای ترامپ یک لیستی رو تهیه کرده بودن نسبت به عملکرد حکومت اسلامی ایران، ایشون سعی کرد که یه لیست سیاهه دیگری علیه امریکا درست بکنه که واقعا مضحک و خنده‌دار بود. اولین چیزی که خواستن ایشون مطرح بکنن این بود که موضع‌گیری آقای ترامپ علیه ملت ایرانه، در صورتی که خود شما اشاره کردید و در همین متن سخنرانی که الان پخش کردید بارها و بارها آقای ترامپ از مردم ایران رو، ملت ایران رو از دولت کنونی جدا میکنه، نسبت به فرهنگ اونها، نسبت به اصطلاح هویت اونها احترام میگذاره و نام میبره. و آقای روحانی برخلاف این چند سالی که همیشه با یک چهره خندان به روی جلوی دوربین تلویزیون قرار میگرفت، کافیست اون فیلم رو نگاه کنید که با بغض و ناراحتی مطالبی رو مطرح میکنه راجع به امریکا و سیاست امریکا مسکه، از جمله اینکه طرفدار زندیات دکتر مصدق میشه و یاد میکنه که شما کودتا کردید بدون اینکه نام به اصطلاح دکتر مصدق رو بیاره. و بعد نمیگه که خود این آقا و این حکومت در طی این تمام این سالها چه بلایی بر سر یاران دکتر مصدق در ایران آورد و چگونه همه اینها رو یکی یکی تصفیه کرد و به اشکال مختلف از بین برد. بنابراین علارغم همه تلاشایی که آقای به اصطلاح روحانی کرد که تا جبران بکنه و اون زهری که در اصل ما به اصطلاح بر اساس واقعیت‌هایی که آقای ترامپ علیه حکومت اسلامی گفت اون رو از بین ببره، با اون سخنرانی مضحک و
به سرتاپا تحریف شده و دروغش برای ماهیت تشکر. این رژیم رو یک بار دیگر نشون داد. تشکر میکنم آقای محسن زاکری عزیز. چون آقای حسن اعتمادی به سخنرانی آقای روحانی اشاره کردن، اجازه بدین ما یه بخش کوتاهی از سخنرانی رو پخش بکنیم و بعد از شما پرسش همین پرسش رو خواهم داشت که نظرتون نسبت به این سخنرانی آقای برجام، آقای ترامپ چه خواهد بود از زمینه برجام. اتاق فرمان خواهش میکنم که تاریخ را ما باید دقیق تر بخوانیم، بهتر بخوانیم. در 60 و چند سال گذشته با مردم ایران چه کرده اند و در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب چگونه با مردم ایران رفتار کرده اند. جغرافیا را هم باید مطالعه کنیم. چطور یک رئیس جمهور اسم خلیج معروف تاریخی جهانی رو هنوز یاد نگرفته؟ پس بنابراین جغرافیا را هم باید بیشتر مطالعه کنند. حقوق بین الملل رو هم ظاهراً دقیق نخوندند. چطور نسبت به یک معاهده‌ای که معاهده چند جانبه است و به یک معنا چون در سازمان ملل متحد و طبق قطعنامه تایید شده یک سند سازمان مللی است، مگر یک رئیس جمهور میتونه این سند را به تنهایی لغو کنه و الغا کنه؟ به نظر من یک بار دیگر برای مردم ما روشن شد که دولت آمریکا دولتی است که علیه مردم منطقه، علیه ملت ایران و علیه ملت‌های مظلوم همواره خط قبلی خودش را می‌خواهد ادامه دهد. ملت ایران ملتی نیست که با حرف‌های ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند. امروز برای ملت ایران روشن‌تر شد، واضح‌تر شد که بیش از گذشته باید در کنار هم باشیم، بیش از گذشته باید متحد باشیم. آنچه امروز و امشب از مقامات آمریکا شنیده شد جز تکرار حرف‌های نادرست، اتهامات واهی و فحاشی که در طول سال‌های گذشته، در طول 40 سال گذشته تکرار می‌کردند، چیز جدیدی نبود. ما غافلگیر نشدیم، چون 40 سال هست به این حرف‌های شما عادت داریم. ملت ما غافلگیر نشد، برای اینکه توقعی جز این از شما نداشته و نداره. اما شما بدانید با این حرف‌های نادرست خودتان ملت ما را متحدتر کردید. شما نمیتونید بین ملت و حکومت فاصله بیندازید. شما قادر نیستید بین ملت ایران و رهبری عظیم الشان و محبوب این کشور فاصله بیندازید. اساس انقلاب ما بر مبنای این بود که دین از سیاست جدا نیست و حلقه اتصال دین و سیاست ولایت فقیه و مقام معظم رهبری است. ملت ایران به رهبری خودش طبق شرع و قانون اساسی احترام گذاشته و احترام خواهد گذاشت. بله، آقای محسن زاکری، نظر شما نسبت به سخنرانی آقای روحانی؟ من اگر اجازه بدید راجع به سخنرانی آقای ترامپ بیشتر صحبت کنم تا سخنرانی آقای روحانی، چون سخنرانی آقای روحانی رو فقط در یک جمله میتونم پاسخ بدم که آقای روحانی، آقای ترامپ برای ملت خودش چه کرده و شما برای ملت خودش چه کرده؟ قبل از این شما نگران ملت‌های منطقه باشی،
ببینید ایشون برای ملت خودش چه کار میکنه و بعد شما برای ملت خودش چه کردی. و فکر میکنم دیگه همه حرف ها بیهوده است و اونچه که ایشون میگه نمایشی بیش نیست. اما به نظر من اونچه که در سخنرانی آقای ترامپ برای من خیلی جالب بود این بودش که آقای ترامپ حساب ملت ایران رو این بار کاملا از حساب سپاه پاسداران جدا کرد. یعنی به خاطر اینکه نره که این ملت ایران رو مثل دفعه قبل تحریم بکنه سخن از سپاه پاسداران زد. ما وقتی راجع به سپاه پاسداران صحبت میکنیم مثلا فکر کنید که چرا مثلا نمیگن که ما میخواییم ارتش عربستان رو مثلا تحریم بکنیم، یا چرا ما ارتش مثلا فرض کنیم ترکیه رو تحریم نمی کنیم، چرا ما ارتش مثلا فلان کشور رو، چرا ارتش مثلا صدام رو تحریم نکردن، کل کشور رو تحریم میکردن. این بار چی شد که اومدن میگن ما یک سپاه رو میخواهیم تحریم بکنیم، یعنی سخن از تحریم ملت ایران نمیزنن. دلش خیلی واضحه فکر میکنن. ما اگه به تاریخ سپاه برگردیم آن وقت واقعا میبینیم که حتی این حرفهای آقای روحانی که از ترس سپاه هستش، میبینیم که سپاه پاسداران از ملت ما کاملا جدا شده. من برای سپاه سه دوره قائل هستم. دوره اول که دوره بود که بهش میگفتن دفاع مقدس، کلا سپاه پاسداران با این شعار درست شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نه سپاه پاسداران ایران بود، نه سپاه پاسداران ملت ایران بود، نه از این حرفا، اسمش بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خیلی واضح و مشخص. بسیار خوب. در کنار ارتش ایران ایستاد، بسیار قوی شد. در دوران جنگ بسیار هم رشادت به خرج داد، کشته داد، عرض کنم که جانبازی کرد و غیره. و آمد تا اینکه جنگ تمام شد، در دوران جنگ خودش رو آماده کرد برای یک دوره سیاهی که ملت ایران از اون خبر نداشت. مرحله دومی که به نظر برای سپاه میتونیم قائل بشیم، مرحله است که آقای خامنه‌ای بلایی به سر سپاه آورد که اون فرستاده نماینده ولی فقیه بود به سپاه و گذاشتن سازمان حفاظت اطلاعات. یعنی سپاه رو کردی نیروی مخوف سیاسی امنیتی، نه تنها یک ارتش بود، قرار بود بازی مسلح نظام باشه، این نیروی مخوف هم شد. و بعد اتفاق سوم که به نظر من سپاه رو کاملا از ملت ما دور میکنه، در دوران آقای احمد نژاد اتفاق افتاد که سپاه روش دقیقا شد یک مافیای اقتصادی. بنابراین امروز به نظر من این حرف مسخره است که ما بگیم سپاه در کنار ملت ماست، چون اینطور نیست. سازمانی که در سال 15 میلیارد دلار درآمد داره و این پول رو خرج عرب هایی میکنه، معذرت میخوام کلمه عرب ها رو به کار میبرم، منظورم عرب به معنای نژاد عرب نیست، به معنای این استراتژی ها یا اندیشه هایی است که تحت این نام وجود داره، و اینها رو که کشتی به خون ملت ما هستن سیراب میکنه، این سازمان به نفع ملت ما عمل نمیکنه. دروغ این حرف. سازمانی که میتونه ما رو در با از کنم که نیروی مخوف و از ترسایی که نظامی امریکا روبرو بکنه با موشک های بالستیک مسخرش، این سازمان به نفع ملت ما نیست دیگه. این حرفا بی خوده. برابر این چیزایی که آقای روحانی میگه در عمد سری به نظر من واقعا باید بگویم که جوک هستش و نشون داد ایشون که چقدر باز همون چیزی بود که فکر میکردیم. من همیشه گفتم که آقایان چون روحانی و خاتمی بسیار ترسناکن زمانی که دهان به سخن واقعی باز بکنن، و میبینید که ایشون در کنار آقای خامنه‌ای چقدر قشنگ داره میشته، ربایان در مقابل سپاه در کنار سپاه داره میشته. مسئله نیست، اینها همشون به نفع ملت ما عمل نخواهند کرد، اینها پشتیبانان و حامیان منافع ملت ما نیستند. و من بسیار خوشحالم که هر چه زودتر دقیقاً امریکا سپاه پاسداران رو با این هویت سومی که ازش نام بردن که یک مافیای اقتصادی است بیش از هر چیز، مورد تحریم قرار بده، ضعیفش بکنه و ملت ما قوی تر بشه. تشکر میکنم آقای دکتر نوری‌آلا. برگردیم باز به آقای روحانی، چون به هر حال موازی که در حقیقت سران جمهوری اسلامی در واکنش با سخنرانی های تند آقای ترامپ گرفتن بسیار موازی تند و ترسیده ای بود. همونجور که آقای ترامپ اشاره میکنه، واقعیت امر این هستش که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بزرگترین ترسش از خیزش مردم ایران بر علیه خودشه. شنیده میشه که بعد از این سخنرانی تبلیغات گسترده‌ای در رادیو تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی از طرف نظام شد که در حقیقت موازه ترامپ رو وارونه نشون بده. همچون که خودمون شنیدیم بگه اهانت به ملت ایران بود، حمله به ملت ایران بود، در حقیقت به یعنی آنچه که در رابطه با نظام گفته شد رو به ملت در حقیقت
نسبت بده و مسئله همین خلیج عربی رو بزرگ بکنه و تبلیغات در این زمینه باشه. همچنین آقای نوریزاد اشاره میکنه که اصلا دستور داده شد به رسانه‌های گروهی که محتوای سخنرانی آقای ترامپ رو سانسور بکنن و همه رو پخش نکنن. پس بنابراین ما با یک رژیمی روبرو هستیم، با یک رئیس جمهوری روبرو هستیم که اگرچه غرب فکر میکرد که ایشون معتدل هستن، در تقابل با در حقیقت افراطی‌گری های رژیم تندرو هستن، میبینیم که در زمان بحران چگونه در کنار هم وامیستن، به منافع ملی فکر نمیکنن، میگوین که ما به ساخت موشک ها ادامه خواهیم داد، به خاطر این گردمی موازی دفاعی خواهیم داشت، به همسایگان مظلوممون کمک خواهیم کرد، به این عبارت که ما باز همین پول ها رو خرج در حقیقت دخالت های خودمون در امور منطقه خواهیم کرد برای تحکیم قدرت و غیره. آقای زیبا کلام اونجا که اشاره کردید که اشاره کردن به این شکاف، ما ببینیم که این رو در سخنران آقای روحانی هم میبینیم و چگونه با شدت و حدت میگن که شما نمیتونید شکافی بین مردم ایران و در حقیقت نظام جمهوری اسلامی به وجود بیارید. کل سخنرانی در جای دیگه ایشون با اتکا با رأی 73% خودشون مشروعیت نظام رو دوباره در حقیقت تایید میکنن. دلم میخواد شما یه مقدار در این زمینه از بعد جامعه شناختی و در حقیقت روانشناسی جامعه این مسئله نسبت دادن تمام نیکی ها رو به خود، مظلوم نمایی و قربانی نمایی رو و پروژکشن یا فرافکنی تمام این بدی ها رو به دیگری مقدار باز بفرمایید. مرسی. ببینید، من یاد یکی از تعالیم پدرم افتادم وقتی که بچه بودیم. به ما میگفتش که اگر گفتی من باور میکنم، اگر اصرار کردی شک میکنم، یه قسم خوردی میفهمم داری دروغ میگی. این سخنان آقای روحانی آنچنان مفتزهانه هستش، آنچنان علارغم واقعیت جاری در ایران هست که به نظر من آدم باید از کره مریخ آمده باشه حرفای ایشون رو گوش بکنه و باور بکنه. اینها همین دو سال پیش رهبرشون که داشت از نرمش قهرمانانه تمام عضلات بدنش درد گرفته بوده، میگفت از چیز بکنید و غیره، بعد گفتن که نه آقا، اصلا این برجام مثلا تا زمزمه برخواست که ممکنه که این برجام یک لطمه ببینه، شروع کردن مقدمات را فراهم کردن. حالا هم که اصلا میگن باید جشن بگیریم، یادشون میره که همین چند وقت پیش بود که وقتی آقای ظریف وارد فرودگاه مهرآباد شد، ایادی اینها دستفشان و پاپشان رفتن که چه امیرکبیری آمد که به نفع ملت ایران عمل کردش. بنابراین من فکر میکنم دوران باور کردن دروغ‌ها، دوران افشاگری دروغ‌ها همش گذشته است. این آقا تو همین سخنرانی خودش به صراحت تمام تکلیف مردم ایران رو روشن کرد. گفت که حکومت ما حکومتی است که دیانت و حکومت سیاست با هم یکی هستند. این نقطه اتصالش هم ولایت فقیه، یعنی تمام ماهیت واقعی این رژیم رو گذاشت جلو روی مردم. بنابراین اگر مردم میخوان از حکومت مذهبی خلاص شن، اگر میخوان مردم از استبداد مذهبی خلاص شن، از ریاست مادام العمری و بدون مسئولیت یه بابای آخوند دوزاری که اونجا نشسته خلاص شد، خود این آقا بهشون میگه که باید تکلیف این حکومت رو یک جا عرض کنم که روشن بکنید. و ما به عنوان کسانی که طرفدار سکولار دموکراسی هستیم، در نام سکولار یعنی ما ضد حکومت مذهبی هستیم، و در نام دموکرات یعنی ما ضد استبداد هستیم، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی. بنابراین او هم ماهیت خودش رو نشون داد، هم به ملت ایران نشانی داد که دشمنان ما و براندازان ما در کدوم ناحیه‌ای از اپوزیسیون قرار گرفتند. من حیرت میکنم که اخیراً میبینم که مثلا در خود این عده‌ای که خودشون رو اپوزیسیون میدونند و غیره، این زمزمه را افتاده که سپاه، عرض کنم که پاسداران، پاسدار تمامیت ارضی ایرانه و اگر که این پاسداران نباشند، تمامیت ارضی ایران از بین میره. به حرف خود فرمانده سپاه پاسداران که گوش میکنید،
میگوید اصلا حفظ تمامیت ارضی ایران جزء وظیفه ما نیست. بله. این جزء وظیفه ارتشه، ارتشی که دروش کردن و از خاصیت انداختنش اون قراره که تمامیت ارضی ایران رو حفظ بکنه. ما پاسدار انقلابیم. بله. ما باید این توی سوریه و یمن و لبنان و اونجاها آتش بیفروزیم، اصلا ربط نداره به این قضیه. و در این حال شما میبینید که این حکومت از نان مردم ایران زده ریخته توی این سپاهی که قراره بره این انقلاب رو صادر بکنه به فراسوی مرزهای ایران. بنابراین من فکر میکنم اگر که فکر کنیم که جز اون اقلیتی که منتفع میشن از وجود حکومت اسلامی در ایران، در میان ملت ایران کسی باشه که این حرفا رو باور بکنه، کسی باشه که بخواد در مقابل سخنان درست و واقع بینانه آقای ترامپ از اینها حمایت بکنه، باید اصلا از این ملت قطع امید کرد که بعد از 40 سال انتظار میره که چنین چیزی باشه. این حکومتی است که با زور سرنیزه اونجا خودش رو نگه داشته و در این حال سیاست‌های مماشات و دلبری و همه حرفای آقای اوباما و دیگرانی که بوده اند. و اگر که واقعا سخنان آقای ترامپ، استراتژی آقای ترامپ برای نرساندن خون به این اندام سرطانی درست از آب در بیاد و واقعا عمل بکنن بهش، به نظر من این بزرگترین اتفاقیه که در راه سعادت ملت ایران افتاده، بدون اینکه فکر بکنم که این خارجی است که بخواهد برای ملت ایران تصمیم بگیره. اما این خارجی نذاشته است که ملت ایران بتواند حکومتی رو که برش مسلط است بر بیاندازه. وقتی مردم میان توی خیابون و میگن اوباما با ما یا با اونا، یعنی دارن میگن آقا دست بردار، حمایت نکن از اینها، ما با کشته دادن و زندانی شدن این حرفا حساب این حکومت رو خواهیم رسید. اما پاسخی که میگیرن این استش که آقای اوباما برمیداره نامه مینویسه برای خامنه ای. حالا یه رئیس جمهوری آمده است که فعلا در کلام داره آنچه را که در دل ملت ایران هست بیان میکنه و حالا این بهانه احمقانه به دست اینها افتاده است که آقای ببینید معلوم نیستش که چرا اینها برای بحر خزر ناراحت نیستن. فقط خطر این که اولا آقای ترامپ کی هست که بخواد اسم تاریخی خلیج فارس رو عوض بکنه، یا که شوخیه، حالا این یه حرفی زده شده، ولی شما نگاه بکنید که سوریه آقای اسد که همپیمان اینها هست، اینها جوانان ایران رو میفرستن اونجا که برای پاسداری از حرم کشته بشن، در تمام رادیو تلویزیون ها و مطبوعات خودشون می نویسن خلیج عربی و اینا اصلا برو خودشون نمیارن. ترک ها عرض کنم که میگن که خلیج بصره، باز اینا برو خودشون نمیارن. آقای احمدی نژاد میره در کنفرانس شرکت میکنه، بالاش سرش تابلو زدن که کنفرانس کشورهای خلیج عربی، هیچ کدوم اینا به غیرت اینا بر نمیخوره. بنابراین به نظر من کاملا از وجنات آقای روحانی و سخنان عرض کنم که آقای زیبا کلام به هر حال سخنگوی اصلاح طلبان و اینها هستش دیگه، شما میبینید که چه تلباسه و نگرانی در وجود اینها موج میزنه که واقعا اگر که امریکا دستش رو از پشت سر اینها برداره، اینها آنن سقوط خواهند کرد. این حرفایی هم که نمیدونم خانم مغلیدی گفته که اینجوری میشود و نمیدونم ژاپن هم از ما حمایت میکرد، اینا خنده داره. در جهان امروز حرف اول رو در جهان غرب و تمدن غربی امریکا داره میزنه و اروپایی هم تا اونجایی که منافعشون اجازه بده دست و پا میزنن، ولی مثل همه تجربه های دیگه مجبورند که دنبال امریکا را بیفتند. آقای زیبا کلام که اشاره کردید، ایشون در بخش دیگری از سخنرانی خودشون اشاره به این میکنن که مجری ازشون سوال میکنه که آیا در حقیقت مواضع مخالف کشورهای پنج به علاوه یک امضا کننده برجام با موضع آقای ترامپ یک پیروزی برای ایران تلقی نمیشه،
آقای مزی با کلام با تردید اشاره میکنن که بعد از ایشون دوباره مجدداً سوال میشه که چرا شما با تردید این پیروزی رو در حقیقت مطرح میکنید. آقای زیبا کلام به یه نکته بسیار درستی اشاره میکنه و اون نزدیش که وقتی صحبت از روح برجام میشه و آقای ترامپ اصرار بر این داره که جمهوری اسلامی روح برجام رو نقض کرده، یعنی between the line، وقتی که این برجام امضا میشه و به قول آقای زیبا کلام مرکب برجام هنوز خشک نشده، جمهوری اسلامی دوتا موشک به سمت اسرائیل با زبان عبری در رابطه با نابودی اسرائیل میفرسته. این رو میگن در حقیقت نقض روح برجام. دیگران هم در حقیقت ناظران سیاسی و بسیاری از دولتمندان امریکا که در حقیقت با موضع آقای ترامپ موافق هستند، بر این عقیده هستند که هدف از برجام در حقیقت یک نوع تنش زدایی بوده، یک نوع در حقیقت تغییر مواضع ایران، تغییر غرب ستیزی، آمریکا ستیزی مواضع ایران بوده، در حقیقت ترویج صلح در خاورمیانه و منطقه بوده که پس از این قرارداد، پس از امضای این قرارداد، ایران گستاخانه تر وارد مواضعی میشه که در حقیقت اینها نام میبرند در حقیقت افزایش ساختای تسلیحاتی، موشک‌های بالستیک که در حقیقت در زمینه دفاعی بیشتر استفاده نمیشه بلکه در زمینه کاربرد تهاجمی داره با 2000 کیلومتر مکعب، من درست در این زمینه وارد نیستم، اما به طور کلی بحث بر این هستش که خود آقای زیبا کلام هم به این اشاره میکنن که جمهوری اسلامی در حقیقت موازی که احترام به روح برجام رو بگذاره اتخاذ نکرده بود. در این زمینه بد نیست که ما نگاهی بکنیم به در حقیقت آقای محمد نوریزاد، نگاه محمد نوریزاد نسبت به پیام آقای ترامپ بعد از نطقش در مجمع عمومی سازمان ملل که با واکنش های بسیار تند ایران مواجه شد، و برمیگردیم و به بحث ادامه خواهیم داد. مرسی. سلام و درود دوستان عزیزم. امروز پنجشنبه 30 شهریور سال 96، سخنان ترامپ در سازمان ملل غوغای عجیبی در داخل ایران به راه انداخته، برای اینکه ترامپ به موضوعاتی اشاره کرده که 1/100 هر آن چیزی است که در ایران میگذره. اینکه آقا شما سرمایه های مردم ایران رو بیرون میدید، مردم رو ترسوندید و از مردم میترسید، اینها جزئی از اون واقعیاتی است که در کشور ما میگذره. من دیدم که این آقای آشنا که خودش یه مأمور امنیتی است، اطلاعاتی است و مشاور رسانه‌ای یا فرهنگی آقای روحانی بوده، برگشته گفته این متن ترامپ رو منافقین براش نوشتن. آقا اگر اینجوریه، تمام مردمی که توی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها غلیظ‌تر از این رو میگن، همه این حرفا رو منافقین در دهان مردم گذاشتن. بدبختی اونجاست که سخنان ترامپ رو تلویزیون ما سانسور میکنه، به گونه دیگه ترجمه میکنن و بعد یک دستورالعمل اساسی و امنیتی به تمام رسانه ها میدن که آقا محتوای سخنان ترامپ رو منتشر نکنید. من دیروز دیدم روزنامه شرق یه عکس درشت تو صفحه اول از ترامپ انداخته که پشت تریبون در سازمان ملل ایستاده داره سخن میگه. یک نکته از سخنان ترامپ رو ننوشته بود، به حواشی مسائل پرداخته بود الا سخنان ترامپ. این ترس نیست؟ این نشانه ترس شما از فهم مردم نیست؟ چی رو میخواید پنهان بکنید؟ حالا ترامپ برگشته گفته آه شما مردم رو میترسانید، پول مردم رو در خارج از ایران هزینه می کنید و شما دارید از مردم می ترسید. من پیش بینی می کنم. بله، با خوش آمد مجدد. ایشون به هر حال این یه مقدار بحث طولانی میشه، فرصت زیاد نیست. ایشون پیش بینی می کنن که در حقیقت در آینده بسیار نزدیک ما شاهد فروپاشی کلیت نظام خواهیم بود. آیا این موازی که آقای ترامپ
چه در دوران مبارزات انتخاباتیش و چه امروز در نطق‌های مختلفی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی گرفته، تأثیری در روابط بین‌المللی میان کشورهای پنج به علاوه یک با آمریکا خواهد داشت، به ویژه در روابط اقتصادی آمریکا؟ این سوال دوم من هستش که آیا این تحریم‌ها بدون حضور آمریکا، اگر احتمالاً آمریکا بخواد از برجام خارج بشه، توسط اروپایی ها میتونه ادامه داشته باشه یا خیر؟ بفرمایید هر کدوم از دوستان مایلن که دایت اومد بفرمایید. بله، عرض کنم که نکته خیلی مهمیه خانم ساید عزیز. همونطور که میدونید امروز اتحادیه اروپا اعلام موضع کرده که ما تلاش میکنم، خانم مگرینی دارن میان امریکا که میخوان با آقای ترامپ صحبت کنن و به طور تلویحی میگن که ما بایستی که آمریکا رو قانع بکنیم که از این به اصطلاح برجام بیرون نره و این موضع‌گیری های اخیرشون هم اگر بتونن به هر حال کمی تعدیل کنن. ولی من چنین برداشتی رو ندارم. یعنی عکس‌العمل خود آقای روحانی واکنشی که نشون میده در برابر سخنرانی آقای ترامپ به خوبی نشون میده. صحبت هایی که جناب نوریزاد میکنن، صحبت هایی که آقای زیبا کلام میکنن، همه اینها کاملا فهمیدن که قضیه آقای ترامپ جدیه. تحریمی که کرده راجع به این شرکت هایی که وابسته به سپاه هستن، که بیش از 5000 شرکت هست این شرکت ها، که بخش اعظم روابط اقتصادی و بانکی ایران رو با سایر کشورهای غربی و سایر کشورهای جهان زیر نظر و پوشش داره، و خود همین تحریم ها اقتصاد و به اصطلاح نیمه جان ایران رو دچار یک بحران شدید دیگری خواهد کرد. مسئله ترتیب مسئله واقعیه. تو صحبت آقای حتی روحانی هم هست، میگه که تو داری کاری میکنی به ترامپ، میگه شما دارید کاری رو میکنی که خارجی ها در ایران سرمایه گذاری نکنن. خود آقای به اصطلاح زیبا کلام هم همینو میگه و واقعیت اینه. ببینید، این که رهبران اتحادیه اروپا بخوان در رابطه با موضع آقای ترامپ مخالفتی بکنن، به نظر من تأثیری در رابطه با مسئله تحریم ها نخواهد گذاشت. چرا؟ به این دلیل سیاست مدارای کشورهای اروپایی قطعا با توجه به منافعی که در طی این سالها داشتن با حکومت اسلامی ایران مماشات کردن. اما واقعیت اینه که امروز موضع گیری آقای ترامپ تمام کمپانی های بین المللی و به خصوص کمپانی های غربی و اروپایی رو به اصطلاح مورد خطاب قرار داده و اینا دچار ترس شدن. همین امروز کارخونه رنو اعلام کرده که ما طرح و پروژه‌ای که داشتیم برای بالا بردن تولید رنو در ایران رو فعلا متوقف می‌کنیم. یک کمپانی معروف فرانسوی مخابراتی اورنج گفته که ما قرار بوده بریم سهمی از مخابرات ایران رو بخریم، بازار موبایل ایران رو به اصطلاح بتونیم در دست بگیریم. فعلا همه اینا متوقف میشه. دلیلش اینه که سیاست صاحبان کمپانی ها با سیاست رهبران دولت های اروپایی فرق میکنه. این کمپانی ها دنبال منافع خودشونن. مسئله تحریم امریکا حتی اگر از برجام بیرون نیاد، به اصطلاح یک تصمیم گیری جدی است که به نظر نمیرسه آقای ترامپ سر این قضیه عقب نشینی کنه، چون مشخصا این شرکت های وابسته به سپاه رو مخاطب قرار داده و این به خاطر اینکه متحدین خاورمیانه‌ای آقای ترامپ و امریکا در مورد این مسئله به خصوص حساسیت دارن و خود این تحریم باعث خواهد شد که اینها نتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن تا زمانی که امریکا بخواد سیاست کاملا متفاوتی رو اتخاذ بکنه، بگه تحریم ها رو برمیداریم، که برای اون چی که امروز مشاهدش هستیم این امر غیر ممکنه تقریبا میتونیم بگیم به نظر میاد، و در نتیجه این ترس و این وحشت افتاده در دل هم مقامات رژیم هم در بین مقامات اروپایی، سیاستمداران اروپایی، چون که میدونن این تحریم ها به طور کلی تمام مناسبات اقتصادی اروپا رو با ایران به هم خواهد زد. حتی در مورد مسئله بانک ها در نتیجه به نظر من تأثیرش علیه دولت حکومت اسلامی ایرانه و میتونه شرایط رو برای اپوزیسیون و برای مردم ایران فراهم بکنه تا بتونن با اعتراضات خودشون در مقابل این حکومت شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. بله، تشکر میکنم. خواهش میکنم پاسخها رو کوتاه‌تر بدین، چون سوالات بسیاری من دارم و فرصت کوتاه هستش. همجور که اجاره کردید، بله، شرکت ها و کمپانی های در حقیقت اروپایی مستقلا عمل میکنن به خاطر اقتصاد آزاد و تابع دستورات
دولت ها نیستند. اگرچه دولت ها تلاش خواهند کرد که در حقیقت اونها رو همسو با اهداف خودشون بکنند، سوال من هستش که خود دولت ها آیا در رابطه با منافع اقتصادی خودشون، منافع پر ریسک و خطر در ارتباطات و مناسبات اقتصادی با ایران رو بر منافع دراز مدت و در حقیقت پایدار خودشون در مناسبات اقتصادی با آمریکا رو ترجیح خواهند داد؟ آقای نوری الله یا آقای دائمی؟ آقای زاکری نوبت شده. صداتون قطعه. پاسخ شما فکر میکنم 100% این هستش که نخیر، ابدا این کارو نخواهند کرد. برای اینکه چطور شما میتوانید کشوری رو که چیز در حدود 40% سرمایه از کنم جاری جهان درش هست با ایران مقایسه بکنید؟ یک کشوری است که کاملا از لحاظ اقتصادی داره شکنندگی خاصی هستش و تازه از روند اقتصاد جهانی جدا شده هستش، تازه بلد نیست به طور کلی اصلا راه های اقتصاد جهانی رو. ابدا من یقین دارم که به اتفاق آقای ترامپ خیلی خوب میدونه داره چه کار میکنه و با شروع این روند آرام آرام تمامی کشورهای اروپایی، من حتی فکر میکنم قبل از اینکه یک کنگره مشخص بشه، کنگره میکنه درش رو بده، کشورهای اروپایی و از کنم که تجارت اروپایی به اون سمت خواهند رفت که ایران رو رها خواهند کرد و تحت هیچ شرایطی امریکا رو بیان نمی‌کنند و بیان از کنم که به رژیم مولایان بچسبند. منطقه فقط اینجا مسئله این هستش که دوران سختی رو احتمال رایز اقتصادی مردم ایران با طی بکنند. این دوران از کنم که با دوران قبلی امیدواریم که فرق داشته باشه، داره نتیجه باشه، این بار بی نتیجه نماند که اینطوری به نظر میاد. ولی خب به هر صورت برای کندن یک از کنم که قده سرطانی، همطور که همیشه آقای نوری علی رژیم قده سرطانی میدونه، باید متحمل درد شد، باید متحمل رنج شد. این دوران در راه متاسفانه، ولی خب پس از اون ما امیدواریم که ملت ایران از این از کنم که دوران سیاه آزادی پیدا بکنه و دوران تازه رو بتونه در تاریخ خودش از سر بگیره. تشکر میکنم. آقای نوری علی یه سوال دیگه در رابطه با جریان در حقیقت برجام موضع آقای ترامپ از شما خواهم کردش. باید در نظر گرفته باشیم که خیلی ها تصور میکنن یا میگویند از مخالفین ترامپ و در خود ایران و در خارج از ایران، بحث و تحلیل های و نقد هایی که میشه، میگویند که فرضاً ترامپ تنهاست، تنها ترامپ هستش، دولت ترامپ یا حتی کابینه ترامپ، بخشی از کابینه ترامپ با اون مخالف هستن، بخشی از کنگره با اون مخالف هستن. اما وقتی ما به محتوای در حقیقت موضع ترامپ در زمینه نطقش توجه میکنیم، او خواهان لغو در حقیقت برجام نیست، او خواهان این هستش که این قرارداد رو که نواقصی داره رو خود کنگره بتونه ارزیابی مجدد بکنه، تبصره هایی بهش اضافه بکنه و مواضع ضد در حقیقت رژیمم در رابطه با ترامپ بر مبنای خود نقش سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی یا حضور جمهوری اسلامی، صدور خشونت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، امور در دخالت اونها هستش، بخش ساخت فرزن موشک های بالستیک هستش، بخش افزایش تسلیحات هستش. تمام این مواردی رو که آقای ترامپ مطرح کردن که میخواد باش مقابله بکنن، مباحثی بوده که در قانون کاتسا مطرح شده و اصلا آقای ترامپ هم در حقیقت در این زمینه نقشی نداشته. قانون کاتسا با 96 رأی مجلس سنا در همین زمینه، یعنی در حقیقت مقابله با دشمنان امریکا که بر ضد منافع ملی ایران امریکا اقدام میکنن و همچنین با اکثریت رأی مجلس نمایندگان مجلس امریکا تصویب میشه و بعد به امضای آقای ترامپ میرسه. و در این قانون کاتسا که از دوستان عزیز در حقیقت دعوت میکنم که حتما در سایت بزنن و یا از شما هم خواهم خواست که توضیح کوتاهی در رابطه با این قانون کاتسا بدید، واقعا به نظر میرسه که تحریم هایی که بر مبنای این موازی که آقای ترامپ گرفتن نسبت به سپاه پاسداران و نسبت به نظام جمهوری اسلامی برخواسته از قانون کاتساس، چه امریکا از برجام خارج بشه و چه نشه، امری است که تمام دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها
هم نوایی دارن، یعنی همسو هستن و حتی کشورهای اروپایی در این زمینه. نظرتون آقای نوریال؟ ببینید، من فکر میکنم که چون در امریکا زندگی میکنم، اگر که آدم مثلا بشینه پای تلویزیون برنامه های سی ان ان رو نگاه بکنه، اینگونه میفهمه که آقای ترامپ در کاخ سفید یه آدم تنهاییه، رئیس دفترش باهاش مخالفه، نمیدونم منشیش باهاش مخالفه، حتی زنش هم احتمالا باهاش مخالفه، چه برسه به مجلس این و غیره. یعنی مرتب اخباری که میاد بیرون اینه که اصلا این کسی رو نداره که با اون عمل بکنه، در حالی که به نظر من بسیاری از حرفهایی که آقای ترامپ میزنه مبتنیه بر تصمیم گیری های قبلیه که در سنا و چون اگه خاطر مجلس نمایندگان در زمان آقای اوباما مجلس موافق برجام نبودن و به همین دلیل آقای اوباما مجبور شد با بالانس دادن های مختلفی برای که یه مثلا نکته روشنی در پروندهش باشه وقتی که میخواد از کاخ ریاست جمهوری بره بیرون، این رو یه جوری امضاش کرد. این کشورهای اروپایی هم که میفرمایید به نظر من بعد از اینکه برجام تصویب شد، ما دیدیم که مثل اینکه اینا یواشکی اون بره اتاق یه لیستی هم به این آقای ظریف دادن که ما پولا رو میفرستیم ایران، ولی این پولا رو شما باید خرج این چیزهایی بکنید که ما میگیم. یعنی یهو دیدیم که آقای روحانی سوار هواپیما شد رفت ایتالیا، انقدر اونجا خرید کرد، انقدر رفت فرانسه خرید کرد، اصلا معلوم نشد که این لیست خریدها از کجا آمده. یه مقدارش هم که حیف و میل شده شونید. اروپا از انقلاب اسلامی منتفع بوده، پای امریکا رو بریده از منطقه و خودش به چپاول ملت ایران ادامه داده. اما این در صورتی میتونه ادامه پیدا کنه که اینا پول داشته باشن که به اروپایی ها بدن، اون وقت اروپایی ها تمام تلاششون میکنن که برجام مثلا به هم نخوره. اما اگر از طریق افزایش تحریم ها سختگیری های دیگر طوری بشه که حکومت اسلامی پول نداشته باشه که از یک طرف بریزه توی لبنان و سوریه و این بعد و از طرف دیگه لیست خرید داشته باشه، راه بیفته بره پولا رو پس بده به اینها، اینا دیگه دلیلی نمیبینن برای که با آقای ترامپ در بیفتن و به قول آقای زاکری یک اقتصاد عظیم امریکایی رو با یک اقتصاد عرض کنم در حال فنای ایران بخونن بتونن تابونه. بنابراین من اصلا انتقاد ندارم بر اینکه آقای ترامپ در اجرای برنامه های خودش دوچار عرض کنم که موانعی هستش که ممکنه که این کار رو نذارن. من فکر کنم معالا کل سیستم امریکا با برجام مخالفه، در خود حزب دموکرات هم عده زیادی با برجام مخالف بودن. من مانعی در اجرای مگر اینکه یک سازش های دیگه ای در سطح بین‌المللی صورت بگیره تو بدبستون های عجیب غریبی که بعض وقتا بین ابرقدرت ها صورت میگیره، اونا رو ما نمیتونیم حدس بزنیم و پیش بینی کنیم. اما در حال حاضر من اصلا نمیبینم که مانعی در راه آقای ترامپ باشد برای اجرای این استراتژی جدیدش. بله. یک بار دیگر همین خواستم اشاره بکنم به این قانون کاتسا. آقای استیون منوچین وزیر امور خزانه‌داری وزارت خزانه‌داری امریکا اعلان میکنه، چون بعضی وقت میشنویم که باز دوباره ترامپ تنهاست و این عقاید جنجالی اوست، لیبرال ها و دموکرات ها اظهار میکنن که ترامپ یک آدمی است که در حقیقت خطرناکه و باعث یعنی آدمی است که تنش‌ساز و میتونه دنیا رو به خطر بندازه، در لبه پرتگاه نیستی و نابودی بکشونه و این حرفا. اشاره به این که همونجوری که شما اشاره کردید که سیاست های خارجی امریکا رو در قبل از ورود به ویژه در رابطه با برجام و به ویژه در رابطه با ایران قبل از ورود ترامپ اینها در حقیقت طراحی کردن، بسیاری معتقد هستند که تمام این مسائلی که الان مطرح میشه بخشی از
سیاستمداران امریکا خواهان اصلا تغییر رژیم هستن، مسئله سپاه نیست، مسئله این داستان هم نیست، اینا خواهان تغییر رژیم هستن. حالا ولی اون چیزی که فکته همین قانون کاتساس، این قانون کاتسا که بسیار معتقدن که مجلس و نمایندگان پشت ترامپ نخواهند بود در این جریان، قانون کاتسا توسط اکثریت نمایندگان سنا و اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا انجام شده. فقط 3 نماینده مخالف بوده، 400 خورده ای به با توافق به این داستان این قانون رو به تصویب رساندن. این مسئله خیلی مهم هستش که ما این رو بدونیم و دخالت های ایران در امور منطقه، صدور انقلاب، مبانی ایدئولوژیکی خودش و بحثایی که میکنن، شعارهای ضد امریکا و ضد انگلیس، موشک‌ها و تمام اینها در حقیقت موازی بوده که امریکا رو در تصمیم‌هایی که در این زمینه دارن میگیرن جدی و جدی‌تر کرده. برگردیم به شما و کنگره پنجم حزب سکولار دموکرات‌ها در کلن. خواهش میکنم که آقای نوری‌علا توضیح در این زمینه بفرمایید و از یارانتون آقای زاکری و اعتمادی هم خواهم خواست که در این زمینه توضیحاتی رو بفرمایید. به من اگر اجازه بدید اولا خواهش کنم که آقای اعتمادی در این مورد سخن بگن، برای که ایشون رئیس کمیته برگزاری کنگره سکولار دموکرات هستم. در این حال یک اشتباه لفظی شما را تصحیح بکنم، کنگره سکولار دموکرات ها ربطی به حزب سکولار نداره. نه بله ایران نداره. نه. این کنگره حزب ما نیست. نه خیر، ما فقط به عنوان کارگزاران بله. با هم 4-5 سالیه که همراه شدیم و در واقع به عنوان تدارکچی به قول آقای من چی گفتم مگه؟ من گفتم که کنگره حزب سکولار اشتباه کردم. نه نه من میدونم، من میدونم. اتفاقا یکی از کارهای برجسته ای که در حقیقت جنبش سکولار دموکراسی یا حزب شما داره میکنه این در حقیقت نشست کسرتگرایی است که از همه گرایش های مختلف و طیف های مختلف دعوت میکنه که آزادانه بتونن تمرین تولرانس و دموکراسی و در حقیقت دگراندیش پذیری بکنن. این یکی از در حقیقت موضع بسیار برجسته است که در شرف اتفاق هستش و ما ببینیم که با موفقیت هم روبرو بوده. خب حالا از آقای حسن اعتمادی میپرسم، بفرمایید آقای حسن اعتمادی. البته آقای نوری الان لطف دارن استاد من، به نظر من بی‌ربط نیست اگر ما آقای نوری الان رو به عنوان واقعا پدر سکولار دموکراسی ایران بشناسیم و معرفی بکنیم و واقعا با کوشش جدیتی که در طی 10 سال گذشته به خرج دادن تونستن این جنبش رو چه فراز و نشیبایی رو طی کردن ایشون. دقیقاً بله. یعنی من این افتخار رو به هر در طی این 5 سال اخیر به خصوص پیدا کردم که در کنار ایشون بتونم قدم‌هایی رو بردارم و با البته با راهنمایی‌ها و تجربیاتشون. در هر حال این پنجمین کنگره است همونطور که خودتونم اشاره کردید و به واقع نسبت به 4 کنگره قبلی از یک کمیت و کیفیت کاملا متفاوتی تا همین لحظه برخورداره و ما همش دنبال این هستیم که سالن کنگره رو بتونیم بزرگترش بکنیم به هر ترتیبی شده با توجه به استقبالی که تا همین لحظه شده. همه طیف‌های اپوزیسیون تقریبا میشه گفت به طور کامل نمایندگانشون و کسایی که به این گرایشات گوناگون وابسته هستن امسال در این کنگره هستن، یعنی از جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه گرفته تا جریانات ملی، سکولارها به خصوص، بر شاید تعدادشون چشمگیرتر شده نسبت به گذشته، حتی افراد مذهبی سکولار و نمایندگان اقوام ایرانی. بنابراین میشه گفتش که تقریبا تمام گرایشات سیاسی اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران تعدادی از نمایندگان خودشون رو به این کنگره اعزام کردن. کنگره همطور که خودتون هم میدونیم در روزهای 28 و 29 ماه اکتبر از ساعت 10 صبح آغاز میشه و حداقل تا 6 بعد از ظهر ادامه پیدا خواهد کرد. 4 پانل اصلی است که از هم اکنون 28 نفر ثبت نام کردن برای سخنرانی های دوره اول که هر کدوم اونا در گروه 7 نفری در هر کدوم از اون پانل ها سر موضوعات به اصطلاح معینی که بیشتر ربط پیدا میکنه به مسئله اصلی، یعنی موضوع اصلی کنگره، کثرت در وحدت، در اون رابطه نظرات خودشون رو
خواهند گفت. و نکته دیگه که میتونم در این رابطه بگم همین مسئله استقبال بیش از حدی بوده که تا به حال صورت گرفته و نسبت به سال گذشته به نظرم خیلی چشمگیر و موفقیت آمیز بود. آقای زاکری؟ موضوع شما که من اینطوری میخوام بگم که این کنگره به دنبال چه مسائلی ایدهش ایجاد شد و امروز به کجا رسید؟ تاریخچه‌ای بله. بله. اگر بخوایم به تاریخچه‌اش نگاه بکنیم، حقیقتش زحمات آقای نوری‌علا و آنچه که در شبکه سکولارهای سبز روی داد که گفتگوی بسیار وسیعی بود با عرض کنم که نمایندگان ملیت‌های متفاوت ایران که در یک کنگره دور هم جمع هستند، با آنها شروع به صحبت شد برای دستیابی به یک عرض کنم که همصدایی و همسویی، و همینطور نداهایی داده شد به افراد مختلف عرض کنم که اپوزیسیون، کسانی که صاحب نام بودن، صاحب امکانات بودن، برای اینکه بتونن در درون اپوزیسیون اتحادی رو ایجاد بکنن. و چند سال اول حقیقت به این راه رفتیم ولی نتیجه نگرفتیم، و یکی از فراز و نشیب‌هایی که شما ذکر کردی برای این جریان واقعا رخ داد همین مسئله بود که خب با بی‌مهری هم مواجه بود قضیه، و بسیار عرض کنم که انگ و انتقاد و غیرم وارد شد. بعد به این نتیجه رسیدیم که چه بکنیم، گفتیم که به هر صورت باید یک عقد ایجاد کرد و نمیتوان فقط در قالب خودمان این بود که به سمت کنگره حرکت کردیم و قرار بر این شد که سنتی به هر صورت گذاشته بشه که این مبحث و این مقوله سکولار دموکراسی که یک هر دوشون دو عرض کنم که نظام ارزشی بسیار بزرگ هستن در بین مردم ها بیشتر مطرح بشه، به بزرگ داشته این مسائل سال یک بار دور هم جمع بشیم و گفتگو بکنیم. و خب این خوب عمل کرد. از اون بار اولش که بخوام بگیم تا بار دوم و سوم و چهارم هر سال با رونق روبرو بوده به نظر من. دلیلش هم فقط همونطور که شما گفتید، هدف اصلی ما در جهت تشکیل اون آلترناتیو ایجاد دیالوگ هست و ایجاد تولرانس برای پیشرفتن این دیالوگ، و این خوب عمل کرده، داره هر سال نشون میده که خوب عمل میکنه. برای اون شکست اول امیدوارم که امسال به قول معروف به اون یا اون سرمایه‌گذاری اول که نشد، سرمایه‌گذاری دومی که کردیم، امسال داره بهتر از همیشه خودش رو فکر میکنم نشون میده، چون تفاوت تیف‌ها در این سال بیشتر از همیشه داره دیده میشه. و طبعا شرایط ایران هم 100% تأثیر میگذاره روی نگاه همه ماها، هر چقدر به شرایطی که بتونه بحرانزا باشه و نیاز به یک اهرم کاری و اهرم کاربردی برای شرایط سیاسی ایران داشته باشه پیدا بکنیم، طبعا فکر میکنم که احساس مسئولیت و احساس ایجای نقش در بین ایرانیان بیشتر دیده خواهد شد. و عرض کنم که خوشبین هستیم، همونطوری که خودتون گفتید وظیفه ما فقط اونجاست که اونجا هست که بیاییم و بنشینیم و دیگران رو بشنویم و آنها حرفاشون رو بزنن، احساس نزدیکی بیشتری بکنن. من همیشه چیزهایی از جامعه فنلاند مثال میزنم، فنلاند کشور مهمی نیست شاید، ولی من ازش خیلی چیز یاد گرفتم از این فنلاندی ها، شاید بیشترین آموخته های زندگی من از فنلاندی ها بوده. فنلاندی ها میگن برای اینکه انسان ها بتونن همدیگر رو بفهمن باید هم دیگر رو به نوعی به قول معروف بو بکنن و یا حتی گاز بگیرن. این بدین معنا هستش که یعنی باید کنار هم نشست، چون ها در درون فرهنگ خودشون مثلا فرض کنید تو مدارس اگه دو تا بچه با هم دعوا داشته باشن میگن شما اینقدر باید بغل هم بشین که با هم دیگه بتونید راه بیاید. نه خونو مثلا پدر مادر هم یعنی کار درسته، اینقدر باید با هم بشینن که راه بیان. من فکر می‌کنم ما هم حالا نه به این فرم در حد کودکان دبستانی و کودکان عرض کنم مدرسه ای، باید در حد بزرگ سالانی که نتوانستیم به هر صورت در اتحاد دور هم جمع بیاییم، نیاز داریم که همدیگر بیشتر بو بکنیم، بیشتر به هم بپریم، بیشتر از هم بگوییم تا بالاخره به اون اتحادی که بتوانیم آلترناتیو رو بسازیم دست بدیم. بله، با تمرین و تجربه به قول بعضی میگن با تاتی تاتی راه بریم تا بتونیم راه رفتن رو بیاموزیم. آقای دکتر نوری‌علا، شما در مصاحبه های قبلی اشاره به این داشتید که خب همه می‌دانند که وجوه اشتراک بین گروه‌های مختلف سیاسی، کنشگران سیاسی، سازمان‌های مختلف، احزاب مختلف وجود داره. ولی ما باید بیایم در رابطه با وجوه اختلاف با هم گفتگو بکنیم. گفتگو در زمینه وجوه اختلاف می‌تونه در حقیقت این اختلافات رو تعدیل بده و با بدبستان و تبادل نظر شاید اون سوء تفاهمات رو بتونیم حل بکنیم. آیا در این زمینه موفقیت‌هایی داشتید؟
من فکر میکنم که خود این کنگره پنجم نشانه ای از این موفقیته. یعنی شما در کجای تاریخ ایران سراغ دارید که پادشاهی خواه و جمهوری خواه و کمونیست و لیبرال و مسلمان و این حرفا بیاین دو روز با صفای کامل دور همدیگه بشینن صحبت بکنن و همدیگه رو پاره پاره نکنن به قول آقای زاکری؟ و عرض کنم که از طریق گفتگو هستش که ممکنه که اختلافات هم کنار گذاشته بشه. اختلافات هم اختلافات جزئیه به نظر من که به علت بی تجربگی ما، به علت دور افتادنمون از ایران تشدید شده و من احساسم اینه که ما روز به روز داریم روابط خودمون رو با ایران تقویت میکنیم. همین مثلا نمونش پیام هایی که در آستانه این کنگره ها از ایران میرسه، چون یه عده میگن که آقا شما بی خود علاف هستید، در خارج کشور کاری نمیشه کرد و هر چی هست میخواد در ایران بشه، اما شما میبینید که مرتب حتی در رسانه هایی که هست وجود داره و مردم میتونن مراجعه کنن، میبینید از داخل کشور پیام میدن که اینجا سرکوب آنچنان زیاده که ما نمیتونیم دست به تشکیلات بزنیم. نمیدونم آخه مگه یک حکومت استبدادی دیوانه است که در حوزه نفوذ خودش اجازه بده آلترناتیوش درست شه؟ این یه خاصیتیه که در کشورهای دموکراتیک هست که حزب دموکرات میره حزب جمهوری خواه مثلا میاد، آلترناتیو ها میتونن با هم جابجا بشن، در حالی که وقتی که یک حکومتی مثل حکومت اسلامی مثل بختک افتاده روی ایران، آیا این حکومت اجازه میده که آلترناتیوش پیدا شه؟ اینا همه داخل کشوری ها به ما میگن، اما خارج کشوری ها میگن نه آقا اینطور نیست. البته بسیارشون تحریک شده خود رژیم هستن که نمیخواهند بگذارن این اتفاق بیفته، ولی من احساسم اینه که روز به روز این اختلاف نظرها کنار میره. اصلا اختلاف داشتن وقتی که ما در ایران نیستیم و در چی میگن تقرب به قدرت رو نداریم امر بیهوده ایه. ما 500 تا حزب هم درست بکنیم، این احزاب که در خارج کشور قرار نیستش که برن دولت انگلستان یا دولت امریکا رو تصرف کنن، که اینا باید در وطن خودمون بریم اونجا بتونیم این حکومت رو بر بیاندازیم، هر کسی هر حزبی هر شخصیتی بیاد برنامه های خودش رو برای ملت ایران تشریح بکنه، ملت ایران تصمیم میگیره که کیو بفرسته توی حکومت، حالا 4 سال 5 سال اون بره حکومت کنه، راضی هم که نبودش ردش بکنه که دیگر ببره بذار سر جاش. بنابراین هیچ دلیلی برای پافشاری روی اختلاف ها در خارج کشور وجود نداره، مگر اینکه کیش شخصیت، ترس اینکه من اگر برم با یکی دیگه اتحاد بکنم اون ممکنه بر من سر بشه، هژمونی داشته باشه و غیره، اینها موجب شده و به نظر من این روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. من به شخص بسیار امیدوار هستم. تشکر میکنم آقای زاکری. الان با در نظر گرفتن در حقیقت فضای دگرگون شده سیاست امریکا، یعنی ما میبینیم که فضای امروز و اصلا نگاه سیاسی امروز نسبت به جمهوری اسلامی با نگاه دیروز آقای اوباما در تفاوت فاحش هستش، چه در زمینه لابیگری های جمهوری اسلامی و نفوذی که لابیست های جمهوری اسلامی در کاخ سفید داشتن که امروز ندارن در حقیقت اون موقعیت رو، چه در زمینه در حقیقت فضایی که برای اپوزیسیون به وجود آمده در رابطه با مبارزاتش و حمایت در حقیقت کشورهای مثل امریکا، نه در زمینه اینکه بیان شما کشور ما رو نجات بدین، همونجوری که آقای نوری علا اشاره کردن شما مداخله و حمایت از رژیم نکنید و ما با این فضای آزاد رو بدین که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. خب با در نظر گرفتن این، چه در حقیقت مکانیزمی لازمه که ما بتونیم در حقیقت اون آلترناتیو رو در یک راه کاربردی و عملی بیاندازیم؟ یک جبهه مشترک احزاب هست و در حقیقت یک خیزش و جنبش اجتماعی در داخل ایران با رویکرد انقلابی خواهد بود، یا خیر
کوتاه، ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. هر 3 نفر شما میتونید به این سوال مشخص پاسخ بدید. تشکر میکنم. من از کنم اشاره آقای ترامپ به این مسئله جنبش سبز با نامی که ایشون به عنوان یک انقلاب ازش نام برد، به نظر من خودش جواب دهنده این پرسش هست. یعنی در ایران به طور فاحش این پتانسیل وجود داره که مردم برخیزند و تمام این تمهیدات رژیم به خاطر همین هستش. تمام این بازی‌های سیاسی، این اداهایی که آقای روحانی در آورد و اکنون داره نشون میده که همون شخصیت امنیتی بیشتر نیست، همش به خاطر همین ترس از حرکت مردم هستش. و فکر میکنم این ترس از حرکت مردم رو ببینید، تو هیچ کدوم از کشورهای منطقه شما 5 میلیون پناهنده نمی‌بینید. تو هیچ کدوم از کشورهای منطقه شما این همه مبارزه زنان رو دیدید. شما این همه در هیچ کدوم از کشورهای جهان زنان رو در دانشگاه‌ها می‌بینید. هیچ جای شما دیدید که این همه یک کشوری همه فیلم بسازه و فیلمش همه جایزه بگیره؟ خب اینا همش نشون دهنده این پتانسیل داخل ایران هست واقعا. این مردم عربستان و مردم اسکنم سوریه و مردم ترکیه نیستن. خب نیستن، چه بکنیم که نیستن؟ خوش به حال ما که نیستن. ولی به هر صورت این به این فاکت اشاره میکنه که مردم ایران آماده خیزش بزرگ هستن، همه ناراضی هستن. ولی بحث برسته اینه که خب همینطور که آقای نیالا اشاره کرد، هم در داخل هم در خارج اینها نمیذارن حزب تشکیل بشه، نمیذارن اتحادی تشکیل بشه. خود ما هم دارای ضعفایی هستیم. بنابراین اگر یک آلترناتیوی تشکیل بشه که بتونه راهکارهای سیاسی درست به مردم بده، بتونه اعتماد ایجاد کنه و بعد پشتیبانی میلیونی خارج از کشور برخوردار بشه، خب خود این آلترناتیو در برخورد با کشورهای دولت‌های خارجی و امریکا یک وزنی بسیار مهم نیست. میتونه تعیین کننده باشه، میتونه به صحبت بشینه با اینها، اون موقع میتونه لابیگری درست بکنه که همه وجود داشته باشه، نه فقط یه گروه سیاسی پاشه به برای توپنگ لابیگری بکنه. نه، اون موقع من فکر میکنم بله، اگر همه دوره هم جمع بشیم و صدای همه ما شنیده بشه و ما همه حس کنیم که در این حرکت ما دارای منافع هستیم، منافع ملی، منافع ایدئولوژیک، منافع استراتژیک و غیره، 100% کشورهای جهان به ما بها خواهند داد و اون وقت مردم ایران هم دلگرم خواهند بود. تشکر میکنم. به زمان به سرعت گذشت. 30 ثانیه آقای اعتمادی و 30 ثانیه آقای نوریعلی عزیز. من فکر میکنم نارضایتی مردم ایران بر اساس همین اخبار روزانه که همه ما میشنویم وجود داره. اعتراضات از سوی گروه های مختلف اجتماعی در حال شکل گیری است. اون چه که کمبود هست و وجود نداره، وجود یک نیروی سازمانده، یک نیروی متشکل، یک نیروی آلترناتیو جانشین که بتواند اعتماد و اطمینان مردم رو جلب بکنه و به مرور و کم کم و آهسته این اعتراضات رو بهش مسیر بده، جهت بده و آماده بکنه کشور رو و مردم رو برای یک تغییر بنیادی و اساسی در کشور. تشکر میکنم. آقای دکتر نوریعلی آخرین کلام. بله، اجازه بدید دیگه من حرف زیادی نزدم، تشکر کنم از شما که برنامه‌تون رو اختصاص دادید به ما 3 نفری که در واقع خدمتگزار این کنگره هستیم و امیدوارم این کنگره یه روزی واقعا تبدیل به پارلمان در تبعید بشه، برای که همه اجزای یک پارلمان در تبعید رو شما درش دارید میبینید. با سپاس از حضور هر 3 شما در این برنامه و با آرزوی موفقیت برای تمام آزادی خواهان در راه حاکمیت مردم و دموکراسی در ایران، روز و شب شما خوش و با سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودین. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.